درود و سلام وقت شما هموطنان عزیز، ورزشکاران، ورزش دوستان، بخیر به دنیای ورزش. از آرینیوز با ما جمشید احمدی خوش آمدید. تا نیم ساعت در خدمت شما هستیم با مهمانان گرامی ورزش افغانستان. ایدریس بهادرزاده که از قهرمانان ام ام ای با ما هستند در رابطه با چالش‌ها و مشکلات‌های ام ام ای و دستاوردهایی که در رشته مبارزات آزاد دارند. آقای بهادرزاده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به دنیای ورزش. سلام احترام تقدیم شما جمشید عزیز و بیننده‌های عزیز محترم تقدیم می‌کنم. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. از رشته ام ام ای خب در شرایط کنونی فکر می‌کنم بحران زیاد است. بگین که تمرینات شما چطور پیش میره و امکانات و آمادگی‌های ورزش مبارزات آزاد از چه قرار است؟ فعلا تمرین آمادگی خاص روان است، دیگه فوکس زیادم سر بوکس است. چون ابتدای ورزش ما پهلوانی بود. بله. دیگه فعلا تو سازمانای فعلا در افغانستان وجود نداره که مسابقه‌ای را برگزار کنه. اگر برگزار میکنه از بعضی سازمانای دیگه رد میشه یا فدراسیون‌ها را مسترد میکنه، نمیگذاره که جوان رشد کنه. دلیل چی است؟ در گذشته هم چون سازمان‌ها مخالفت ها داشتن، مشکلات ها داشتن، کسایی که در ورزش ام ام ای بودن و حال هم هنوز هم این گپ ها هست، وجود داره؟ جمشید عزیز، یگانه ورزشی که در افغانستان ام ام ای چون علاقمند زیادی داره، در افغانستان کسی که دو سه مسابقه را برد نمیخواد که از یک ورزشکار دیگه بالاتر شوه یا رشد کنه، فقط میخواد که فوکس تنها خودش باشه و سر زبانم تنها نام از می باشه. ما در زمانی که ورزش ام ام ای را پیش بردین چند برد در کارنامه دارین و دستاوردهای ورزش ام ام ای تون چی هست؟ استاد جمشید عزیز، ما تقریبا در سال 2014 مسابقات بیرون مرزی رفتیم. نام خدا. ثبت شیرداد که ما فعلا 3-0 است. بدون باخت از مسابقات از آماتور شروع کردیم. یک یادآور شام که زمانی که ما مسابقه میکردیم تو رنگ قفس اتانه بود، رسمان های بوجی رو بسته میکردن. وقتی که فایت میکردیم باز موسیقلیت باز دوباره میگفتن که صبر که بیره بسته کنیم. حال ورزشکارای ما ماشاءالله بسیار خوشبخت هستن. بله. زمینه مساعد است، خمو انگیزه ندارن. چون که انگیزه نباشه، فکر آرام نباشه، باز یگانه علت بدبختی است که همه ورزشکارای ما بیکار است. فعلا سر ترازو فرد مثال برن انترفیس مثال گپا هیچ هم کمش دونیم هزار به بهانه که ثبت شیرداک میکنه. ثبت شیرداک قسم میکنه فرد مثال یک ماه، دو ماه، شش ماه بعد از یک ورزشکار مهم ورشی است، شناخت از ثبت شیرداکش است. بله. او را میگیرن پاک میکنن. ورزشکار همو است که انگیزه ضعیف میشه، هیچ توقع نداره، گمنام میمونن و علاقه مندی هم دیگه نمیگیرن. بله. چون ثبت شیرداک نمیباشه. بله. دستاوردهایی که داشتین از کپایتان بگوین، از مدالایتان بگوین که چند مدال در رشته‌های دیگه هم شما مبارزه کردین. بله، در پهلوانی وقت زمان ما که مسابقه میکردم وزن 70 کیلو وجود نداشت، 74 بود. بسیار خوب. یک بار در سازمان الفسی در سازمان استاد موسی افغان فایت کردم، دورای پیش در الفسی در سازمان بازمحمد مبارز فایت کردیم. دغدغه بسیاری سازمان ها فایت کرده. دستاوردها کار ساده بوده که شما بعد حالا استاد جمشید عزیز، من امرای بعضی دوستا یادآور میشم که یک مدال شاید قرضش نداشته باشه، اما در رنگ یا قفس که داخل میشیم گرفتن از او بسیار مشکل تمام میشه. یعنی رزمیدن کار ساده نیست. نه خیر، هر کی نمیتونه که وارد قفس شه، وارد رنگ شه و بره برسمه و مبارزه بکنه. در زندگی مهم هدف است، مگه خواستن توانستن است. اگه ما بخوایم شاید بسیار آسان باشه، اما تارگت خود باید بالا قرار بدیم، زحمت بکشیم، کوشش های فراوان کنیم، ان شاء الله هیچ مشکل نیست. بله. ماشاءالله دستاوردهای زیاد، دیپلم ها است، تقدیر نامه ها است که کلش برمیگرده به مو زحماتی که شما کشیدین آقای بهادرزاده، و مدال هایی هم که اینجا هست، اینا کلا مدال هایی که گرفتین از بیرون افغانستان هم هست. میشه مسابقات بیرونی رو بگین که زمانی که شرکت کردین از کدام آدرس و حریفایی که در مقابل شما قرار گرفته بود چگونه بودن؟ بله، حریفای ماشاءالله خیلی توانایی بوده که امراشون فایت کردیم. چون امرای خودم واسی جان شریفی هم در هندستان مسابقه برگزار شده بود، باز به ما مشکلات ویزه بود، مشترک کردن نتونستم در مسابقات پاکستان که اشتراک کردیم، وقت مسابقه های تیم بود، خیلی سطحش بالا بود. دیگه در افغانستان در چیفسی که آقای نصرت آخوندزاده بر مسابقه ها را برگزار کرده بود، اونجا فایت کردم. واقعا حریفم توانایی بود، دیگه همش ایرانی اشتراک کرده بود، باز من خوشبختانه با حریف افغانی هم، گرچه افغانی هم ماشاءالله بسیار توانایی بیشتری دارن، اما اگانه علت شانی است که انگیزه ندارن که رشد کنن، زمینی فایده باشن برابر کنن. بله. خب ای که گفتن فدراسیون ورزش رزمی هم همکاری نداره، تنهایی بدون پشتیوانه، بدون همکاری جامعه ورزشی دشوار نیست که شما بازم به تمرینتون ادامه میتین؟ من گفتم جمشید عزیز، در زندگی مهم هدف است. بدون هدف نمیتونه آدم یک جای و موقف را به خود جایگزین بسازه. هر جوان آرزو داره که یک مقام بالایی داشته باشد، زحمت بکشد،
نام و نشان داشته باشد. خب هدفش از تارگیت قرار میده و مجبور است که در مو هدف یا تارگیت خود برسانه. در رشته که شما نام بردین، رشته موجزنی و رشته کشتی، در رشته موجزنی هم شما مسابقه داشتین؟ فیلحال مسابقه نکن، در می شهر حکومت فیلی دیگه متواتر فوکسم بوکس است، آمادگی بیشتر دارم. در اینجا ما هم دوستا رفیقای ما قهرمانه هم مسابقه داره. دیگه خودم در ام‌ام‌ای مهارت زیاده دارم، چون ابتدای ورزش ما هم بوده، شروعش هم در ام‌ام‌ای است. دیگه در بوکس تا فیلحال تصمیم ندارم که مسابقه کنم. به دلیل چی خواهی بوکس شما گفتین جریان داره و ادامه داره؟ چون که همیشه بعضی ها که سازمان ها که من پیشنهاد می شدم می گفت بهادر زاده که از جنگ زمین می بره. من می خواهیم که پوزیشن و فاید خدا چینج کنم و استاده کار کنم. به خاطر اینکه جنگ ساده خدا باید فوکس همه بوکس و بوکسم باشه. مربیای بوکستون کی است؟ کی بیشتر همکاری میکنه در رشته بوکس؟ والله اگر شخصی که همیشه ما را تشویق کرده، حمایت کرده، استاد جمشید بنا وقت استادی است که مثل یک برادر همیشه در کنار ما بوده. همراه از او تمرینات بوکس خود پیش میبرم. خیلی خوب. از آمدنتون به بوکس چطور است؟ چقدر آموختی؟ چقدر راضی هستی؟ آیا میتونی که با تغییر پوزیشن از آدرس بوکس استفاده کنی؟ زمانی که در آدرس بوکس اومدیم، ما فهمیدیم سیستم ورزش خود بوکس واقعاً جرأت زیاد می‌سازه و توانایی بیشتر در بوکس دیدیم که انشالله وعده میکنم که هر فایت کنم با زمین نمیبرم. چرا که همیشه هر فایتری که با ما پیشنهاد شده گفتم اتره در راوند اول میزنم، چون که زمین کار هستی، مگم در زمین من نکاوت شم کردیم. چرا که محاکم هستم، چرا که خبیب کل دنیا کارشناسا و پیشنهاد میشه فایده کی رو مشاهده میکنه. اینجا خب طبعا ام‌ام‌ای را تیرنرهای ما که پیش میبره خوشبخت هستند، چرا که هر ام‌ام‌ای کار در خارج بعض ورزشکارهای ما که نتیجه نمیده، علتش این است که یک استاد تمرینش پیش میبره. اگر در خارج باشه تیرنر بوکس شالایده است، جیجیسو شالایده است، کیک بوکس شالایده است، پهلوانی شالایده است. اینجا استادای ام‌ام‌ای ما است و کلش احترام دارم، کلش ماشاءالله جوان است، توانایی بیشتر داره. و جوانی که فرمسال بخواد که در بیرون نتیجه بده، با زحمات خودت پیش استادای ورزیده بره تا که یک مقام بعد از بگیره. از لحاظ قانون رشته مبارزات آزاد چند مربی باید داشته باشی در کنارت که مثل خبیب یاد کردین درخشش خوب داشته باشه، در ام‌ام‌ای پیشرفت خوب داشته باشه؟ استاد جمشید عزیز، در ام‌ام‌ای باید استاد بوکس، تیرنرای بوکس، پهلوانی، جیجیسوی، یک استاد قطوانی نداره و فوکسش سرمساز سر بوکس باشه، بوکس از او رو جور کنه، کی بوکس شا جور کنه، پهلوانی شا. باید در تمام رشته مهارت داشته باشی تا بتانی که یک مقام به دست بیاری. اما در افغانستان متاسفانه همچو امکانات نبوده و ورزشکارام به تنهایی خود با یک مربی خود اتفاق کردن. علتش این است که استاد جمشید عزیز که یک ورزشکار نمیتونه که در هر کلب بره ثبت نام کنه. او همه قدر توانی زیر داره که بیاد یک کلب ثبت نام کنه. نمیتونه فرمسال بره در کلب بوکس. حال یک تیرنر که یک چهار سوم فرمسال شاگرداش نتیجه داد، طبعا فیس خود بلند میبره، نمیتونه یک ورزشکار بره در اوجه فرمسال ثبت نام کنه و ورزش خود پیش ببره. اقتصادم ضعیف است در شرایط کنونی. فکر میکنم ما بحثی هم داشتیم با آقای عبدالواسع شریفی که مبارزات آزاد سفرهایش مشکلات زیادی است و ورزشکاری که ام‌ام‌ای میکنن هر کدامشون در خانه هستن. بله. و از آدرس دنیای مجازی تخریب و تحقیر و توهین بیشتر شده. این شما چقدر میپذیرید؟ استاد جمشید عزیز، توهین تحقیر که از هر کسی که اگر پیره دباری اگر ورزشکار میزنه، اون نمایندگی شخصیت خودش خانوادهش است. هیچ وقت اکی را کم نبی که تو را کم بزنن. باید ما و شما ورزشکارای خود حمایت کنیم، حداقل که حمایت کردن هم بتونیم وارخ تشویق کنیم، تشویق انگیزه بتیمشون تا که وانا رشد کنه، تا بیرق ما رو به اهتزاز بیاره، تا تشویق بیشتر نام افغانستان. ما از ورزشکارای خود استاد جمشید یک خواهش دارم، قوم، سمت، دین، مذهب کنار بگذارن، همدست شویم، بیاییم که خود رشد بتیم، ملت رشد بتیم. مردم دنیا در کجا رسیده، ما رو همی قوم، سمت، دگان بعض جای بری از کجا هستی، سمت ولایتت پرسان. چقدر ناراحت کننده است آقای بهادر زاده؟ طبعا انگیزه از انگیزه چیزی که انسان وادار به کارهای خوب خراب میسازه. این اصلا این گپا باید وجود نداشته باشه. کسی فرض مثال همین قوم سمت که مطرح شه، هر کس ببینی بچه کاکا و ماما در کنارش هست، اما یک بیگانه که باش شاید در دوم اورو پیش آینه استاد میکنه باش که رشد نکنه. بله. خب خواستتان بیشتر چی از شرایط کنونی باید چی کار شوه که حداقل هم ورزش ما افت نکنه، باید در رشد باشه و بازم جوانای ما بتونن مبارزه بکنن در میادین ملی و بین المللی؟ خواستم از جوانایی است که انشالله الحمدلله مسلمان هستیم، پشت هر تاریکی روشنی است،
مهمی است که ما هیچ وقت خود دست نتیم. انشالله پشتر تاریکی روشن اسمش انشالله این روزم نمیمانه. امید دارن که مسابقات خوبتر و سازمان ها خواهش میکنن که زمینی برگزاری مسابقات برای جوان ها برگزار کنن و از فدراسیون ها میخواییم که مسابقاتی که بعضی سازمان هایی که فرض مثال میخواییم مسابقات برگزار کنن امور از مقامات میخواییم که امور لغو نکنن بگذارن که این جوان های ما رشد کنن. با امید پیروزیت هستم ادریس بهادرزاده قهرمان MMA با امید پیشرفت تو سلامت باشید جمشید عزیز خیلی باشید سپاس از شما عزیزا هم که بیننده دنیای ورزش هستین وقفه در ادامه باز هم مرا همراه باشید دوباره خوش آمدین ادامه دنیای ورزش هست مهمان گرامی قیس کویسانی رئیس فدراسیون پانکرشن وزارت امور داخله با ما در رابطه با مسابقات پانکرشن وزارت امور داخله میخوایم بیشتر صحبت بکنیم آقای کویسانی وقت شما بخیر خوش آمدین بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا سپاس که دعوت ما را پذیرفتین رشته پانکرشن خو یک رشته نامدار است بله. چطور از دری اواخر برگزاری مسابقاتش تمریناتش و اینکه شما در وزارت داخله فعالیت ورزشی دارین ما قسمی که شما در قسمی که در جریان هستی چند وقت یک هفته پیش مسابقات پانکرشن داشتیم از طرف وزارت داخله که اولین دورش بود و به نام یاد بود از میلاد نبی صلی الله علیه و سلم که به حضور داشت موستر صاحب عزیز رئیس فدراسیون ورزشکارای پلیس و جناب استاد عجب نور سیار رئیس فدراسیون پانکرشن در تربیت بدنی به بسیار یک برنامه عالی و خوب به اتمام رسید بسیار خوب قهرمانای رشته پانکرشن در گذشته خو فعالیت های خوب داشتن خیلی ها بیرون از افغانستان رفتن بله. هنوز هم قهرمان های داریم در رشته پانکرشن بله بله در قهرمان های بسیار امسالی که در تیم ملی فایت کردن یکی فرشید جان کوبندی و دیگه استاد ایمل حسنزاده و چندین تای دیگه که در تیم ملی چطور که در چارچوب وزارت داخله هم فدراسیون پانکرشن ایجاد شد طبعا در کشوری که ببینیم شما در نظامش یک حساب رشته ورزشی است و ما فعال امیر ازمی که به خاطر از اینکه ما شو خلاقی که و همی به خاطر نظام و مردمی که دوی از طریق قضیه بتونیم خدمت کرده و نظام خود و مردم خود ما خواستیم میشه انتخاب کنیم امکانات وزارت امور داخله بر ورزش پانکرشن خوب است یا تربیت بدنی اردوش مکمل و فعلا که در چوکات وزارت داخله هستیم همکاری زیاد است با ما و امی که تدابیر امنیتی و برنامه ریزی که میکنن بر ما در جریان میبانن از هر نگاه ما را حمایت میکنن یعنی روابط وزارت داخله با بله. تربیت بدنی یکسان است ورزشکارایش اینجا هم رقابت میکنن بله رقابت از رقابت سالم است طبعا در افغانستان در هر کشوری از رقابت است مگم رقابت سالم است خب یگان مشکلات است در حساب تربیت بدنی که مثال کدام انگیزی یا مثال بر ما کدام کاری که مثال خلاف اصول شرع چیز باشه برمون نکردن که مثال ما را جواب داده باشن و این نظر به رئیس های فدراسیون اما انگی ساختیم و ما خواستیم که وزارت داخله را منتخب بسیار خوب گذشته ورزشی شما هم همین پانکرشن بود بله بله ما تقریبا 13 سال از پانکرشن تمرین میکنم تحت نظر صفی الله کوشتانی مرد طلای پانکرشن که 8 دور قهرمان تیم ملی بودم و یک سفر خارجی داشتم در 2015 فستیوال 2015 هندوستان که مدال طلا را آوردم بسیار خوب خوبی های پانکرشن چی هست؟ پانکرشن یک تعریفش کنیم جزی پانکرشن یک ورزش یونانی است که از کشور یونان سرچشمه گرفته البته یک پانکرشن کار خوب به کسی گفته میتونیم که در بین مجزنان بهترین کشتیگیر باشه و در بین کشتیگیران بهترین مجزن که درسته را پانکرشن داره و کشتی گرفتن پانکرشن هم متفاوت‌تر است بله خب به خاطر مسابقات بیرون مرزی آیا وزارت داخله کدام برنامه‌ای داره که قهرمان های پانکرشن برن به بیرون از افغانستان رقابت هم بکنن بله برنامه ریزی داریم خب ما قسمی بود که امسال ما نو فعالیت خود شروع کردیم به وزارت داخله امسال شروع کردیم و ما از مسابقات تیم ملی فعلا چند ولایتی که تقریبا 6 ولایتی که فعلا هماهنگی کردیم با وزارت داخله از طریق فدراسیون پانکرشن ما بتونیم به سال بخیر مسابقات پانکرشن دایر کنیم تیم ملیش از طریق وزارت داخله باز ما میتونیم چهره های برتر انتخاب کنیم به مسابقات خارجی خب زمانی که پاسپورت در اختیار نباشه مسابقات خارجی هم که ندارین دیگه خب شرایط ما امارات اسلامی امکانات محدود و ویزا هم که در دسترس قرار نمیگیره باز هم مشکل است طبعا مشکلات است خب تا وقت ان شاء الله خدا مهربان است که جور شوه بخیر و یکی
انشاءالله که در قسمت پاسپورت همکاری خواهد کرد وزارت داخله، چون ما فعالیت ما با وزارت داخله است، انشاءالله مشکل نخواهد باشه. بسیار خوب. بس. از مربی های مسلکی در وزارت داخله بگویند که در رشته پنکرشن آیا بالمقته کار میکنن، معاش دارن، امتیاز دارن یا خیر؟ نه، ما افتخاری هستیم، معاش چیز نداریم و مربی های مسلکی استاد زیارمل مطمئن که فعلا معاون فنی فدراسیون است و استاد تابش بابکرخیل و استاد ایمل خاموش، یعنی کسایی است که مسلکی همیشه. چقدر یا همکاری میکنن تا اینکه ورزش پنکرشن رشد بکنه؟ اول خیلی همکاری های جز دارن و پرنفوذ کسایی هستن که پرنفوذ است که در هر کلبشون ماشاءالله 60-70 نفر در تایمشون تمرین میکنن و همین انگیزه باعث شد که ما بخوایم همین فدراسیون پنکرشن در وزارت داخله انتخاب کنیم. خب برای ورزشکارای تیم ملی هم کدام امتیاز قائل است وزارت داخله؟ مثلا که تربیت بدنی اصلیه برشان پرداخت میکنه دیگه. فعلا خب ما از تیم ملی کدام برنامه نگرفتیم با وزارت داخله که کدام امتیاز گپ سخنی و ای کس فدراسیون افتخاری است. طبعا شاید سر ازی کار شوه که با کسایی که از طرف از تربیت بدنی ماش میگیره بچهای تیم ملیشان، شاید یک اسره بر ازیو تعیین کنه از طرف چی فکر میکنین اگر پیشنهاد بکنین برای ورزشکار تیم ملی؟ چون در شرایط کنونی چالشات مشکلات اقتصادی جوان ها زیاد دارن، مشکلات بله. مالی دارن، نمیتونن بله. که به تمرینات خودن بیان، مسیرهای دور، کرای موتر، ترانسپورتیشن، اینا خو دشوار است. اگر واقعیت دشوار است و... چی فکر میکنین شما؟ خداوند مستر صاحب عزیز خیر بتا، رئیس فدراسیون پلیس، چیزی که توانایی داره انشالله این وقت دریغ نکده و نمیکنه و زحمت های زیاده میکشه. انشالله در قبال از هم یک روز یک برنامه شاید نمایندگی وزارت داخله ورزش بله. بخصوص فدراسیون پنکرشن در کدام ولایت ها هست و کدام ولایت پرنفوس است، گسترشش، علاقمندیش؟ پنکرشن بله. یکی ولایت جلال آباد است، ننگرهار، و یکی هم قندوز، و یکی هم بغلان، و یکی هم بلخ، یکی هم مزار. بیشترین بله. نفوس کدام ولایت داره و قهرمانای خوب کدام ولایت داره؟ قهرمانای خوب قندوز داره و ننگرهار. مسابقات بعدی هم پیشروی دارین که برگزار بله. کنین؟ بله، یک مبات انشالله مسابقات بعدی و مسابقات هم به نام چهره شناسی از تیم از تیم های وزارت داخله که بین شاید یک 5-6 ولایت هم دعوت کنیم. نمیم خود مرکز مسابقات داریم. مربیایتون چقدر مسلکی است و چقدر اینا آموزش دیدن، سیمینار ها رو دیدن به خاطر پنکرشن؟ بله تقریبا چند روز یک دو هفته پیش هم سیمینار بود از این طریق به حساب داوری و سیستم داوری و مربیای ما کسایی است که هر کدام از این 5 دور و 6 دور به تیم ملی مسابقه کرده و قهرمانی کرده دیگه. طبعا مسلکی است، نمرات یک کسی که خودش قهرمانی نکرده باشه نمیتونه که مثال یک شاگرد قهرمان تربیه کنه و نمره دیگه رو نمیفهمه سیستمشه. طبعا که یا که 5 دوره 6 دوره مسابقه کردن و به تیم قهرمانی کردن مسلکی است. نظر به گذشته ها چقدر تغییرات خوبی در فدراسیون پنکرشن میبینین شما دیدین؟ امروز کارکرده فدراسیون پنکرشن تا جایی که میبینم خیلی زود است، به خاطر از اینکه در هر ماه یک مسابقات برگزار میشه و این مسابقات تربیت از طرف تربیت بدنی که بود پکتیکا که یک برسه رو 4 روز دوام کرد دیگه، نمیت فعالیت های بیشتر داریم از اون غرب شمال. آقای عجب نور سیار مدت هاست در فدراسیون پنکرشن فعالیت داره بله بله. و با برنامه های خیلی بله. خوب بودن و هستن بله. چقدر تاثیرات داره زمانی که مسابقات برگزار میشه در ولایات بخصوص در پایتخت به خاطر جمعوری جوان ها بر ورزش پنکرشن؟ خیلی تاثیرات مثبت داره، چون هر جوان امروز بچه‌ای که استعداد دارن و نمیتونن از این به خاطر مشکلات اقتصادی به سازمان ها برن و ما مسابقاتی که دایر میکنیم از طرف فدراسیون و بسیار به یک پول انگیف که مثال همو چیزی که مثال همو مصرف مسابقات میاد، چون کسی اسپانسر نمیکنن و یک انگیزه بالا میده به جوان ها و تشویق میشه. ما به خاطر کارکردمون، به خاطر رشد پیشرفت جوان ها و چهره های برتری که از مثال رسانه ها پس موندن و کسی که مثال نمیشناسشونه، ما ایرا میتونیم که به روی صحنه بیاریم. سیمینار چقدر تاثیر داره برای ورزشکارا و برای مربیا؟ سیمینار تاثیراتش همی است که وقتی مسابقه ما برگزار میکنیم مشکلاتی که نمیبینیم، سیمینار این خوبیش است که ما بر از او بگفت میگیم هر قوانین مقرراتی که میباشه و هر نمردی و قانون تغییر میکنه هم مثال در هر مسابقه. سیمینار خوبیش اینه که یک ورزشکار یک مربی فکرش روشن میسازه که بفهمه ورزش پنکرشن به جز از افغانستان کشورهای همسایه کجا رشد کرده، کجا این ورزش ترجیح میتن و تمرینات فعلا فایترهای قوی که داره کشور روسیه داره، مسکو و بلاروس و کشور خود یونان دیگه، آذربایجان،
این کشورها ایران و پاکستان ایران از این ورزش مستفید نشد. بله ایران و پاکستان هم از خود قرار رشد نکرده. ایران نسبت به ایران و پاکستان افغانستان درخشش بله. پاکستانشون خوب بله بوده. بله بله صد کمپانی تمرینی را اگر ایجاد بکنین به کجا خواهد بود؟ افغانستان خواهد داشتین کمپانی تمرینی که بله کمپای تمرینی داریم و ما فعلا هم سر یک کم کار داریم. انشالله در آینده نزدیک با شما شریک میسازیم که به خاطر مسابقات همی زون باشه یا منتخبه باشه یا مثال جوانان خودشان مثال نوجوانان مسابقاتش گرفته میشه موج ایجاد میکنیم. بر وزارت داخله که شما کار فعالیت ورزشی دارین، آیا مجاهدین امارت اسلامی وزارت داخله هم ورزش پانکرشن پیش میبرن؟ انتخابشان پانکرشن است؟ بله بله انشالله ما یک کوشش داریم که دمی آینده نزدیک یک کلاب دمی داخل خود قماندانی و تعلیم و تربیه ایجاد کنیم که از رشته پانکرشن تمرینات چون رشته ای است که فعلا هم دمی نظام یونان کشور یونان کار میشه. این خودش یک ورزشی است که مثال دفاعی شخصی و قدرت بدنی یک شخص بالا میبرند. شما خواستین ایجاد بکنین یا پیشنهاد است؟ پیشنهاد است به خاطر از اینکه چند رشته دیگه هم فعالیت داره و یک تیم از پانکریشن هم چون شوق علاقه که مسابقات دیدن خواستار همی شدن که برای ما یک کلاب باید جور شد و یک تایم که جمع هم در این مسابقاتان از مجاهدین امارت شرکت داشتن؟ مسابقه بله. کردن؟ نه این دوره نبود ای چون دور اول ما بود که ما مسابقات برگزار کرده بودیم و میمانای زیاد داشتیم که دیدن امو برنامه خوششان آمد و خواستار همی شدن که برای ما یک تایم از پانکریشن باید. چی فکر میکنین که امارت هم میتونه ورزش می میره پیش ببرن رقابت ها مسابقات شرکت بکنن؟ بله طبعا هر جوان میتونه، هر کسی میتونه، هر شخص میتونه. او انگیزه به خودش است. انگیزه کسی که انگیزه داشته باشه انشالله یک هدف برای خود تعیین کنه 100%. پیامتون میخوایم داشته باشیم بر جوانای عزیزی که بخواین ورزش پانکریشن پیش ببرن چی است؟ پیام ما به هر کسی که خوشدار هر رشته است تمرین کنه و ای که همیشه تمرین کنی صحتمند باشی کوشش کنی از طریق تمرینتون یک هدف براتون تعیین کنی که سبا روز یک جای یک هدف یا یک مقام به دستتون بیاد. سپاسگزار هستم از حضور شما. قیس کوهستانی رئیس فدراسیون پانکرشن وزارت امور داخله. سلامت باشید. موفق و معید باشین. سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش بودین. عصرتان خوش. خدا نگهدار.